حبته كلبي آه. هوی انکرالاسباد، یادت نرود که نزدیک مدائنیم. مدائن قصباتش از طرفداران پرپوقارس مختارند. انقدر ار کن تا دهاتی ها ردمون را پیدا کنند. تعجب میکنم تو که خدای هوش و ذکاوتی چرا مرتکب این خطا شدی. در مدائن مختار لب به جنبانت کرور کرور پیش مرگ و فدایی جلویش سرخم میکنند که یک قلمشان کیان ایرانی است. آن وقت تو در خانه عقرب با رستم وعده کردی. تو جای امتری سراغ داشتی؟ صد البته. به طرف بصره میرفتیم خطری در کمینمان نبود. صحیح. پس جناب شیخ میل بصره کردند. اری راه باز است و جاده دراز. راست دماغت را ببینی به بصره میرسی. من حرف ناحساب میزنم که بدت میآید. مدائن یعنی ایران. ایرانی جماعتم تشنه خون من و امثال تو. با کدام عقل در این خرابه اتراق کرده ای؟ یبنه اشعس، خر ما از کرگی دم نداشت. چرا ولکن نیستی؟ مقصر منم که راه فرار از کوفه را نشانتان دادم. بشکند دست بینمکم. فرار از کوفه به چه قیمتی؟ ما از این پس داخل آدم نیستیم، داخل گله گوسفندیم. خوش دانن خودتو میتوانی بعدها در کوفه زندگی کنی، آن هم با مردم پر حرف و حدیث کوفه؟ آنقدر حقیر و ذلیل شده ایم که تا ابد باید قید کوفه را بزنیم. کی میداند ما با چه رخت و ریختی از کوفه گریختیم جز خودمان؟ غلامت رستم بداند که میداند برای خبر کردن همه ی عالم کافی است. خب پوستمیش نمیپوشیدی حضرت آدم، کسی جبرت نکرده بود. چطور وقتی نقشم را شنیدی گل از گلت شکفت؟ تو نبودی که خرکف شدی؟ این بحث و جدل ها چه دردی را دوا می کند؟ از سر درون خبر می دهد یبن زبابی. شیخ دنبال بهانه ایست راه کش کند به طرف بصره. دلیل ستای غاز می آورد. تو به چه خیره یولاق؟ حواس کل پا چه کردم شمر؟ کله چاق و چله داری؟ با گوشت کلت میتوان یک ایل را ولیمه داد. سنان خرابم، خرابترم نکن. چرا ترش کردی یابو؟ با هم بودن ما در این وانفسا گره تقدیرمان را کور میکند. چه اصراریست با هم باشیم؟ آن روز که آدم بودیم و پشت به پشت هم داشتیم غلطی نکردیم. امروز که میشیم و از جور گرگ آواره. من یکی طاقتم تاق شده شم، هم از آل امیه زده شدم، هم از این زندگی کولیوار گوسفندی. باز ما لحظه غفلت کردیم. تو یک مسخان مخ این شیرین عقل را تکاندی. اتفاقا قصه وارونه است. من شیخ را به راه راست هدایت فرمودم. باور بکنی یا نکنی آل امیه جانش در آمده، مرده. حلوایش را خوردیم و فاتحش را خواندیم. نوبت آل زبیر است و آل فریب. برو. اما بدان آل زبیر مثل آل امیه بوزین باز نیستند که با چون تویی مجالست کنند. در مرام آنان بوزین حکم سگ دارد و نفسش نشست است. ما را که از جرگه آدمیان راندن که از سوای اشتر می شویم و آل زبیر نشخار می کنیم. بدرود کل چاق، دلم برای چشم دراندن های ترسناکت تنگ می شود. شمر از من می شنوی زودتر از این دیار فتنه خیز برو، حتی شده بی خزانه و رستمت. حتما باید منتظر بمانیم تا رستم بیاید. قارنه دارم دست اوز ای زر و سیم و سکه، چطور به شام برویم؟ بسم
شریفتان چی بود خالو؟ چقدر خرفتی خالو؟ کمه کم صد بار پرسیدی. خب هوش و گوش کن خالو. ای خالو آدمی فقیری بیچاره هوش و گوشش کجا بوده؟ تو با این فراموشکاری چطور یادت مانده باشم که کجا وعده کردی؟ ای خالو گسنه سگی مثل من قول قرار بر باب را فراموش کند باید اشهدش را بخواند. یک روز شمر به خاطر همین فراموشکاری نعلم کرد مسلمان. رد میخوایش هنوز هست. از آن روز به بعد اسم خودم را فراموش کنم حرفایشم را توبه. اسم من زربیس خالو. زربی زربی. ای گوش خالو زربی را نکن فراموش. خالو زربی بیا سواره برویم راه را کوتاه کنیم. تو چه سواره خالو؟ خرت راهی کن من پا به پایتان میایم. ای سواره نخان خمیر. وقتی ساکت باشیم مجبوریم قدم هایمون بشماریم. گب بزنیم سرمان بند است را کوتاه. ولیا گب چاری راه دراز است. فقط لودگی و پرچانگی کنی خلقم ترش میشود. ولی دل خوش نباشد زبان به لودگی نمیچرخد. خالو مختار کتکت هم میزند. ابدا کتک خوردن مال خر چموش است نه مال آدم چیزفه. خالو خربی من شکل خر چموش هست. خربی کدام خریست؟ دولت جان اسم شریفتان خربی نبود. تو واقعا گیجی یا خودت را به گیجی زده ای؟ زربی کجا؟ خربی کجا؟ من زربیم خالو. زربی 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 زربی. ای کرگوش نکن فراموش. ماست میخوری یا حلوای تنتنانی؟ شکر لنگه کفش گانه در بیابان نعمت است. خوش به حالت که اشتهایی برای خوردن داری. خوشمزه میخوری آدم هوس میکند. بسم الله. دلم لک زده برای ران بره. ترس از دهاتی ها نبود دود و دم مفصلی را میانداختیم. ترس از دهاتی ها به کنار. میخواستی گوشت تنمان را به سیخ بکشی؟ کو بر رش؟ اینجا دشت میشان است و پر از گله میش. این بیابان تا دلت بخواهد بچه ملخ دارد و خرگوش. البته خرگوش هایش حرام گوشتند. از کجا فهمیدی خرگوش ها حرام گوشتند؟ از رد پایشان. خرگوش حلال گوشت سمش مثل سم گوسفند است و حرام گوشت مثل سوم عصب. باریکلا نمیدانستم. مختار چه اربابیست که نوکرش را کتک نمیزنه؟ نوکر نوکره به فرمانی باشد ارباب چه آزاری دارد کتکش بزنه؟ آن هم ارباب دلرحم و مسلمانی مثل مختار. من عطسه کنم مختار دل به باد میده. بارها شده من به جانش نق زدم و اوقات تلخی کردم او فقط خندیده. خوش به حالت خالو. زربی زربی خوش به حالت خالو زربی. کتک خوردن عادت هر روزه من است. روزی که کتک نخورم خمارم. روزم غروب نمی شود شم همه را ببیند و کتک نزند انگار نمازش قضا شده. شم نماز هم می خواند؟ خدایا توبه تارک و صلات دشمن خداست خالو. شم لعین هست اما نماز طاعتش کجاست؟ نماز به کمرش بزنن. نماز ها صفاک و ظالم نمی شود خالو. بلی منم حیرانم. هم نمازش را به چشمای خودم دیدم هم ظلمش را. از خدا خانه ظلمش را خراب کند. خراب می کند خالو. همت کنی و دوز و کلک نباشی شمر به سزای اعمال پلیدش میرسه. تو هم عاقبت به خیر میشوی. شنیدی که مختار قول داد آزادت کند و جرمت را ببخشد به شرطی که شمر را تحویل دهی. به ریشت قسم خالو از خدا میخوام به مختار کمک کنم.
تا سر شمر منحوس را ببرد، نه به خاطر اینکه مرا ببخشد و آزاد کند، نه، فحش‌های رکیک شم به من و نژادم عقده‌ای شده گلوگی، میخواهد خفم کند. سرم عجم با شم چکار کرده؟ از ریخت و نژاد عجم بیزار است. تو رو به خدا، من شکل رستم دستانم، این حیوان شکل رخش است. ببین چه کینی از ما ایرانی ها دار، از مسخره کردنه ما و نژاد ما کف میکنن. درست برخلاف مختار که به سنت پیغمبر عرب و عجم را به یک چشم نگاه میکنه. هی بغربان مرام مردانه مختار خالو تربی، مختار به نوکرانش زن میده. زبان گاز بگیر خالو، چقدر کودنی تو. خوشت میآید من به جای رستم مستم پستم صدایت کنم؟ بابا اسم من زربیست، زبان لال شدت نمیچرخت نگو. قرار شد خالوی خشک خالی صدایم کنی، تربی یعنی چه؟ ای زبان و غلط نکن بیان، ورنه ببینی زیان. رستم چقدر کودنی، چقدر احمقی، چقدر نافنی، تو نافنی، تو پشلنگی. این سعادت فاریس خالو، خودت را چرا میزنی؟ من تا کتک نخورم اسم تو را بلد نمیشم. مرا بزن خالو، تو را به ریشت قسم کتکم بزن تا اسمت را بلد شوم. ای لعنت خدا بر دل سیاه شمر، بی صفت با تو چه کرده؟ ای بی ندارد خالو، هرچه دلت خواست صدایم کن. برزخ میشوی؟ میترسم خالو. قول میدهم برزخ نشوم. پدر یه شم در بیاریم که خودش حذف کنه. شم را که تحویل مختار دادیم، خودم آستین بالا میزنم و زنت میدهم. برو به پیغمبر. به پیغمبر؟ اگه خدا خوبت کنه، بیا سواری خرم شو. شمر، فکر نمی کنی ابن زبیر بهتر از ابن زیاد باشند؟ هر طور حساب کنی باز ابن زیاد اولاست، اوقدر آدم های چون ما را خوب می شناسد. فراموش نکن با عمر سعد چه کرد، خرش که از پل گذشت زد زیر همه چیز. تهمت نزن مسلمان، عمر از دست دندان گرد خودش مقمون شد. اولاً وعده ی حکومت ری را یزید به عمر داد، نه ابن زیاد. ثانیاً عمر سعد به کاری که مأمور انجامش بود عمل نکرد، انقدر تعلل و سستی کرد تا عاقبت ابن زیاد دست به دامن من شد. یعنی بیهوده عمر سعد عجز و لابی می کرد؟ بله، بابت کار نکرده مزد خواستن نارواست، نامشروع است. قرار بود حکومت ری را به فاتح کربلا بدهند، باید به من میدادند. این هم ادعاییست؟ خدا وکیلی ادعای باطلی است. البته تو در کربلا بیش از همه مؤثر بودی. پشیمان نیستی شمر؟ پشیمان از چه؟ از جنگ با حسین. یبن زبابی، حسین دوباره زنده شود و بخواهد علیه یزید اقدام کند، من باز اولین کسی هستم که در مقابلش میایستم. قبول نداری ما در قصه حسین فریب یزید را خوردیم؟ چه فریبی؟ چه کشکی؟ خدایا توبه. حسین چون نوه پیامبر است میتواند بدعت بیاورد و سنت بشکند و بر خلیفه بشورد؟ خدا با شخص پیامبر تعارف ندارد، العیاذ بالله. پیامبر قدمی کج برمی داشت، خدا عذرش را میخواست و رشته ارتباط و اتصالش را قطع میکرد. تو این حرفا را از ته دل میزنی؟ مرا صفی دیده ای یا خیال میکنی جاسوس آل امیه‌ام و قرار است تو را تفتیش عقیده کنم؟ منم دیوانه، رفیقت. ظاهراً ما با هم عقد اخوت بستیم. اولاً بیعت شکستن با هر خلیفه‌ای بدعت در دین نیست، علل خصوص خلیفه‌ای مثل یزید که آشکارا حدود الهی را می شکست. ثانیاً بیعت شکستن با خلیفه معصیت باشد،
همه کسانی که در صفین بیعت با علی را شکستند معصیت کارند، از جمله من و خودت. چه عرض کنم؟ رستم دیر نکرده؟ تا تو از شک به یقین برسی رستم هم رسیده. زبان افتاده ای خالو؟ ساکتی؟ زله هم خالو، از پیشانی نوشتم زله. ای کاش خدا مرا مثل این دراز گوش میافرید. کف نخوان خالو، خدا قهرش میآید. زبانم لال که قهرش نیاید. حال روز این خر شرف دارد به من. خدا مرا برای خنده خود آفرید. نعمت زوالیس خالو، استغفار کن. ای خالو، نفست از جای گرم در می آید. باید جای من باشی تا بدانی. یه بچه کله پا چیم و جسه یه جو عرق جای شکر دارد. شکر؟ صد هزار مرتبه شکر. تو و انصافت خالو، ارباب قهد بود که خدا دیوی مثل شم را قسمتم کرده. تو جای من باشی تا فیها خالو دونت نمی سوزد؟ نه که نمی سوزد. من جای تو باشم کاری می کنم کارستان. ببین خدا چقدر عزیزت داشته که در آب نمکت خوابانده برای همچین روزی. قدر ندانی سزاوار ظلم. غیرت داشته باشی خدا را خوشحال میکنی و مثل رستم دستان خودمان دیو خلخالی را میکشی. خدا یا توبه. راستی خالو، اینجای صورت شم چرا خلخالیست؟ مرض برست دارد. تنش هم مثل صورت واماندهش لک و پیس است. برست؟ مرز چه مرزیست خالو؟ مرزیست مثل ککومه که پوست تن را گلگلی میکنه. نه خطر دارد، نه درد، نه دوا. خود کلقاترش هم لک و پیسایش را عزیز دارد. ای تا اون خودش لک و پیسایش را میبرد، خیال میکند لک و پیسها با آبوحت ترش کرد. ترسناک ترش کرده، شم ترش کرده. قربان حکمتت خدا، ببین چطور حیوانهای آدم نوارا نشان میکنه. شمر مثل همه بود که شمر نبود. رسته نیستی خالو. تو چی؟ خدا خوبت کنه خالو، شکمم به پشتم چسبیده. کی بود ناشتا خوردی؟ نزدیک چاشت است، نهار نخوری. میترسم دیر به شکارمان برسه. نترس خالو قربی، تا من خودم را به شمر نرسانم شمر از جایش جوم نمیخورد. یک دمی بزنی قوتی بخوریم تا حال جون داشته باشیم شمر شکار کنیم. فقط به قدری که قوتی بخوریم و نماز بخوریم. آی به قربان ریشت، تا تو دستی به آب برسانی منم رزق روزیم را از فرات برمیدارم. ماهیگیری بلدی؟ به ریخت شیرسوز و جسه ریزم نگاه نکن. جز کشتن شم کارهایی بلدم که جن و پری بلد نیست. بیا تماشا کن.
شمر ما را با هم دید، پرسید این ینگه ای که به دومت بسی کی باشد؟ چه جوابی دارم؟ بگو همون ساربانیست که ابن زیاد را به زیر شکم اشتر بست و فراریش داد. چه خوشخیال، شمرم آدم سادلوح و عوام باور میکن. خالو تو مرا به شم برسان. کاری میکنم، مسخالی شک نکنه. خدایا توبه، شم خدای حق است مسلمان. او چشم آب دارد و گوش اسب و دماغ سگ. بوی خیانت را از یک فرسخی میفهمد. شرط میبندم تا تو را ببیند چشم بدراند و نعره بکشد ای آدم آدم مختار است. تو هم که زورت به او نمیرسد، سر جفت من را گوش تا گوش میبود. منم دست پرورده اربابی هستم که اربابت را در به در و خراب نشین کرده. تو شم را به من نشان بده تا ببینی چطور قبض روحش میکنم. خوب پیغمبر، بس که قسمم دادی ترکیدم خالو، بس کن. رحمت به شیری که خوردی خال. قسم دروغ آدم را میترکاند. خداییش تا زورت به شم نمیرسد. نماز خواندی؟ مجال دادی؟ بیا با هم بخوانیم. ولی اول نماز دوم نهار. من مثل شم بلدم نماز بخوانم. عیب ندارد؟ نه چه عیبی دارم. اصل نماز این است که دلت را به خدا بسپاری. ماهی نسوزد. بیا خالو، نماز سفر کوتاه است. تا ماهی مغز پخت شود نماز را خواندیم. پس آتش زیرش را کم کنم که نسوزد. الله اکبر، الله اکبر. یزدان حواس ما کباب کردن امیر. ظاهرن این رستمک همه فنریف است. در چشم هم زدن ماهی استید کرد به این بزرگی. ریکارد به شکمشان بخورد. چه وقت ماهی کباب است؟ غلط نکنم این مردک گورزاد زربی رو خام کرده و عقلش را دزدیده. مصلحت بدانی نزدیکشان شویم. میترسم از چنگ زربی بگریزد. خیلی مراقب باشی یزدان، بو ببرد کمین کرده ایم. دستمون به شم نمیرسد. آسوده خاطر باش امیر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حالی زربی مردی یا نه؟ استخوان سنگینی خواهم زربی. نه گوشت دلت هم بد نیست. بخورن کوسهای شب کیف کنن. امیر شدن چه نباید میشد. زربی را کشت. زربی را کشت به همین آسانی؟
میدانستم بلاحتش نیران راست. گمان میکردم از چنگ زربی پاک ریزد، نه این که او را بکشد. سپارم ارباب، نصف عمرم کردی انتر، کدام قبرستانی رفته بودی؟ خدایا توبه، شما را دست بسته پیش مختار ببرند و زنده ولت کنند معجزه نیست؟ طلاها کن احمق، همون طلاهای بی صاحب حچل شد، در دروازه کوفه عرب شاکری را هم را بست. طلاها را که دید انقدر نکیر و منکر پرسید تمر شناخت. آه خون خونشون را میخورد وقتی شنیدن شم گروخته. بعدش دست هام را بستند، کلاغ کلاغ هم کردند، بردن تا پیش خود مختار. حتما تا مختار را دیدی همه چیز را مغور آمدی. به ریشت قسم همه را مغور نیامدم. پرسید شم کجا قایم شده؟ خودم زدم به او در که زبانی بلد نیستم، چشمی بلدم. گول خورد، باور کرد. زربی غلام را شو همراه هم فرستاد که بپایه. زربی را بکش و هی بگروز. خود بر سرمون گناه میخواستی با یک بسخان مغز معیوب مختار را گول بزنی؟ احمق، تو توبه بودی؟ من با عقل جنم باز مغلوب مکر مختار شدم. احمق، باید تو پر از جمع کنی بزنی به چاک. یبن زبابی، آهای یبن زبابی، این زبابی من دیدم شمشیرش را زیر شادش قایم کرده بود. ابو جان، زربی را نمی کشتی می توانستیم او را گرو برداریم و جانمان را نجات دهیم. بله، حرف حق جواب. شم هرنده شوی یا خزنده، راه فرار نداری. آمدم کار ناتمام را تمام کنم. به شمشیرت التماس کن، شاید جانت را بخرد. کسی اینجا نیست، برویم.
سر از تنش بردارید و در توبره کنید تا تقدیم امیر کنید. بقیه چه شدن یزدان؟ جز قاتل زربی کسی در خرابه نیست. همه غار اولا را جستید؟ خبری نیست، یحتمل گریختن. نباید خیلی دور شده باشن. اینجا کجا سنان؟ وقتی سنان ساروانه است میداند اشتری چون تو را کجا بخواباند. ترس از مختار مدت هاست خواب من را آشفته کرده. تو میتوانی مثل ایام کودکیت امشب عمیق بخوابی و من مثل ایام جوانی بی حراس از مختار به هجده عروسکم برم. صحیح، پس مجنون آواره ما به بوی لیلی راه کج کرده. قصد ماندن که نداری؟ مریض بودیم راه کج کردیم. امشب را باید در جای امنی سر کنیم. سنان، فراموش کردی با چه مصیبتی از کوفه فرار کردیم؟ مامورین مختار برای شکار ما له له میزنند. میخوایی با پای خود میانه تله بروی؟ ما از قلمرو دولت مختار و عجمان پاپتیش دور شدیم. سنان، بی احتیاطی و حماقت ما را به این روز انداخته. کم شکنجه شدیم؟ با چه عقلی در کوره دهی خودمان را حبس کنیم؟ این روزها مختار دیو طمع را به جان خیلی ها انداخته. یک دهاتی فقیر به طمع چند سکه وسوسه شود و ما را لو بدهد تکلیف چیست؟ حکم مختار در این حوالی نافذ نیست.
همچونو چرا کن، قیافت به مرده میماند که از گور برخواسته. بیا برویم امشب خودمان را بسازیم تا بتوانیم به بسته برسیم. من خریت نمی کنم. تو هم خری هم بستل. پدردش از دل و جرأتش بد نبود. دست انس درد نکند با شیر پسری که ادب کرده. احتیاط نامش ترس نیست سنا. قسم میخورم اهالی این ده حتی نام مختار را هم نشنیدن. همه دین و دنیاشان گاو و خر و بز و زراعتشان است. از همینها باید ترسید. خطر همیشه جاییست که احتمالش را نمیدهی. صاحب اختیاری نیا. من امشب به خانه پدرزنم میروم و مینوشم به نابودی امیر فقرا و ضعفا مختار. سنان گول شیطان را نخور. تو مدت ها از جور مختار آواری. یک امشب را هم تحمل کن. فردا شب به بصره میرسیم. آنقدر عیش و نوش کن که بترکی. تو نمیفهمی شیخ، نمیفهمی. باید عروس جوانی مثل عزرا در خانه منتظرت باشد تا حال مرا دریابی. بدرود شیخ محتاط. بدرود. نرو یا نرو. زندگی بدون حماقت ها چنگی به دل نمی زند. به امید دیدار خریابو. یا فقط ابلهی چون او میتوانست سر حسین ابن علی را ببرد. ببرد. این چه عدو از بادی زد را؟ بچه شده ای؟ چشم مادران خیر ندیده لولو خورخوره که نیست؟ برو دستی به سر صورتت بمال. خیلی خیلی خوش آمدید. چشممان به جمالتان روشن. چه عجب یادی از فقرا کردید. اوضاع عراق در هم و بر هم شده بیبی. چند ماهیست زلزله‌ای در کوفه افتاده و همه را به خود مشغول کرده. بلا دور؟ خرابی هم داشتی؟ کسی که تلف نشده؟ ونی غرض دامادمون از زلزله جنگه، نه زمین لرزه. بیبی هنوز هم که عروس از دیدن ما رم میکنه. اگه دیر به دیر به دیدنش میایی غریبی میکنه. چند روزی کنارش بمانید رام میشود. من وقت زیادی ندارم بیبی. عازم بصره‌ام. راه کج کردم به امید دیدن شما و صد البته وصل عصر را. توقع ترش روی و تندخویی را ندارم. تو مادری بیبی باید دخترت را طوری ادب کنی که از شوهرش تمکین کند. باور کنید از رای من نه تندخوست نه ترش رو. خب زبان بسته لال است، نمیتواند. شما سرور مایید، او را به زبان علیلش ببخشید. تعارف دکه پاره میکنی بیبی. زن زباندار میخواستم، دو سه تایش را داشتم. هر کدام 40 گز زبان دارند. وراج و پرحرف. بیا بری خوشگوشتش را برای شیخ کباب کن. بی بی از پختن عذرا غافل نشو. خب کیف احوال قوم خیش؟ چه خبرها؟
ذکر رعیت شکر است. من چه خبر دارم که بوی کشک و پش ندهد؟ اخبار جنگ خبر است که پیش شماست. خبر ما بی خبری است. خر زاییده و کره خر بازی میکنه. مدت ها بود از ته دل نخندیده بودم. این شوخ طبعی و زنده دلی نعمتیست، قدرش را بدان. کاش من هم مثل تو رعیت ساده‌ای بودم و به بز و خر و زمینم میچسبیدم. ای شیخ، این چه فرمایشیست؟ مثل ورزا کار کردن و مثل خر حمالی کردن حسرت ندارد. به شیارهای دستم نگاه کن. خیشی که بر زمین کشیدم جایش در دستانم مانده. از کوفه چه خبر؟ هیچ. سگی رفت و گرگی آمد. بدبخت رمو شبان که همیشه خدا باید بلرزند و تک پاره شود. شنیدم مختارنامی ظهور کرده و دین تازه ای آورده. آش دین تازه می آورد. مختار مجنونی است که فقط با خون آدمیزاد سیر می شود. عجب، مردم یک کلاغ چل کلاغ می کنن. کلاغ چلومش به ما می رسد. ما شنیده بودیم مختار به طلب خون پسر پیامبر برخواسته. بین گوش تا چشم چقدر فاصله است؟ فوق فوقش 4 انگشت. بین دیدن تا شنیدن فاصله از زمین است تا آسمان. تا چیزی را به چشم خود ندیدی باور نکن. بیا جیره امسالت. دلم میخواهد امشب نه به دین فکر کنم نه به جنگ. نوشه جان، گوشت خون تنتان شد. حیوان سر آخر بسته ای که پروار شود؟ دور از جان شیخ. از کی شنیدی اون مرد مقدسی را کشته؟ همه ی دختران آبادی به شوهرت حسودی می کنند. شوهرت صاحب منصب است، مرد جنگی است. باقی چیزهای نشنیده؟ این حرفا بوی خون می دهد. کدام زن عرب به اختیار خود شوهر کرده که تو دومیش باشی؟ خوبه خوبه؟ چه فیس و افاده ها؟ از سرت هم زیادی است؟ نه که 100 تا خواهان پشت در خانه صف بسته بودن برای یه دخترک لال ما. دختر دم بخت شوهر نکند، مردم هزار جور عیب و علت برایش می تراشند. کجایش پیر است؟ از پدرت قبراختر است. همین قوله یک چشم نبود، از فلاکت و بدبختی مرده بودی. بی آبرویی نکن عصرا. میخوایی از خجالت پیش مردم آبادی آب شویم؟ ای خدا، این چه بلای سیاهیست به جان من انداختی. عصرا، عصرا، عصرا،
عزرا، این پاها بس که در آتش چکمه بودند پخته، دوایش دستان توست و تشتی آب سرد که پاشویم کنی. چشمم روشن. تا ده میشه نیامدی طلاقت نمیدم. سرت را گوش تا گوش میبرم. برو گلم، برو ممرم، برو، برو قلقی نکن. یک، دو، سه، چهار. نشیدی نروی، سرت را میبرد، طاقت به چگه هم میبرد. برو. بش هشت. بفرما شیخ، خودم چنان اشتبالت دهم و پاشویت کنم تا کوفتگی راه را بلکن فراموش. دست های تو مثل سنگ باز. بابا من زن دارم، زن دارم، دلم میخواد زن خرم پاشویم کنه، نه پدر زن مره خرم. خدا به زمین گرمت بزند از رو، این چه بساطیست پدر سگ. شوهر توست، غیر و غریبه که نیست. چرا با حیثیت من بازی میکنی؟ جمع مرد شده امشب یا تو رو میکنم یا خدا رو.